جزئیات جزیات بیشتری خبر همراه میشیم با همکارم فریجیا ثابتی که در انقره است فریجیا در بیانیه وزارت خارجی ترکیه به چین نکات مهم دیگه اشاره شده؟ خب ما بیانیه وزارت خارجه ترکیه رو شب گذشته داشتیم که نزدیکای نیمه شب منتشر کردن در حالی که خب حملات اسرائیل به لبنان ادامه داشتش اما در بیانیه که وزارت خارجه ترکیه منتشر کردش محکوم کرد اقدامی رو که علیه نیروهای حافظ صلح سازمان ملل انجام شده و اعلام کردن که ما این حمله و اقدام اسرائیل رو محکوم می‌کنیم و در ادامه هم وزارت خارجی خارجه ترکیه در بیانیه خودش به این مسئله اشاره کرده که این اتفاقات نتیجه بی مجازات ماندن اسرائیل در برابر اقداماتی که هستش که انجام داده و مشخصا اینکه نیروهای سازمان ملل مورد حمله قرار میگیرن رو به نوعی به این ارتباط داده که اسرائیل چون بی مجازات مونده از سوی کشورهای غربی داره این اقدامات رو انجام میده موضوعی که خب ترکیه همیشه نگرانش بوده موضوع گسترش جنگ و حالا میبینیم که به این مسئله هم واکنش نشون داده در ادامه هم به این موضوع اشاره کرده که پنج پرسنل ترک در این در یونیفل فعالیت میکنن در کنار اینکه یک ناو و یا ناوچه ترکیه هم در خدمت نیروهای یونیفل هستش در ادامه ادامه هم وزارت خارجه ترکیه در بیانیه خودش به این مسئله اشاره کرده که به حمایت از صلح ترکیه همچنان ادامه خواهد داد خب و نگرانی های ترکیه از گسترش جنگ هم اشاره کردی خودت هم واکنش ها در ترکیه چگونه است به این موضوع؟ خب ما برخلاف بیانی های مستمری که ترکیه در مورد غزه داشته در مورد لبنان میبینیم که واکنش ها بسیار محتاطانه هستش یک بار وزارت خارجه ترکیه در زمینه ورود زمینی به خاک لبنان بیانی منتشر کرده بود و حالا هم بعد از اینکه نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در لبنان در جنوب لبنان مورد حمله قرار گرفتن بیانیه رو منتشر میکنه مشخص اینکه حملاتی اسرائیل به سمت جنوب لبنان داره رو چندان وزارت خارجه به صورت رسمی در موردش صحبت نمیکنه این یک نوع اقدام پیشگیرانه هستش که میشه گفتش که ترکیه انجام میده مشخصا وارد مسئله حزب الله نمیشه در کنار اینکه خب اردوغان اعلام کرده که ما از نزدیک داریم پیگیری میکنیم هفته گذشته وزیر امور خارجه و وزیر دفاع ترکیه در مجلس حاضر شدن و به نمایندگان در مورد تهدید دادی که اسرائیل داره, تو داره توضیحاتی رو ارائه کردن البته خب ترکیه کشوری هستش که عضو ناتو هستش و همیشه داره به این مسئله اشاره میکنه مخصوصا خود اردوغان که مشخصا گفته ما آتش بیار این اتفاقات و این گسترش جنگ نخواهیم شد انتقاد کرده بود به جمهوری اسلامی به خاطر حمله ای که به اسرائیل داشته و داره ترکیه به نوعی رفتار میکنه که بتونه میانه رو حفظ بکنه در چنین شرایطی که خب گسترش جنگ بسیار جدی شده در کنار این هم داره تلاش میکنه که اتباع خودش رو از خاک لبنان خارج بکنه ما روز گذشته در گزارش هایی که وزارت خارجه ترکیه داشتش میبینیم که 966 نفر رو تونستن که از خاک لبنان خارج بکنند و به طور کلی میشه گفت اقدامات پیشگیرانه انجام میده مخصوصا در حوزه اتفاقاتی که در, در حوزه حملات سایبری ممکن اتفاق بیفته بله باید یادآوری بکنم تصاویری را که بینیدا میدیدند در حینی که فریزیا صحبت میکرد تصاویر زنده بود از بیروت تشکر فریزیا از خودت فریزیا ثابتی همکارم بود در انقره